هر کسی یه طرز فکری و فرهنگی داره و من نظرم اینه، دوستان نظر خودم اینه، اروپایی فکر کنی خیلی راحت و زندگی کنی، از حرف مردم نترسی، از نگاه مردم نترسی، لذت ببری، چون عمر به شدت کوتاهه. بفرمایید. مثل از نظرتون، نظر هر کسی نظری داره، نظر هر کسی. من نمیتونم یه چیزو تحمیل بکنم به لیدا یا یه چیزو به زور بکنم تو کله آریان. من سوال میخوام. من اصلا آقای بی، من که اصلا اجازه نمیدم که تو چیزی رو به من تحمیل کنی. وقتی تو حرف میزنی من انگار اصلا تو حرف نمیزنی. مرسی. خیلی در کل داره میگم که هر کسی دیدگاهی داره برای خودش و نظری داره برای خودش. آره. خب آره دیگه ببینید الان ببخشید، من 45 سال عمرم به فاگ رفت، به فاگ، به زبون بله. آسونه 45 سال، 45 سال عمرم نابود شد و از این 45 سال 30 سالشو عذاب کشیدم و جیکم در نیومد. خب دیگه نمیخوام این اشتباه بزرگو بکنم و مرسی. حرف مردم برا مهم نیست و نگاه مردم برا مهم نیست، اون کاری رو میکنم که داره به من لذت میده. معلوم نیست من یه هفته دیگه زنده باشم، یک ماه دیگه، یک سال دیگه، مشخص است. فقط میخوام لذت ببرم. این که کی میگه بده و زشته و مردم چی میگن، گور پدر حرف مردم. بفرمایید جان خواهر. نوشش جان بفرم آقا. خب لیدا جان اگر سوالی داری از آریان بپرس. آریان جون آره، اگر چیزی بارها دوست داری ازش بپرسی ولی حالا یا رود نمیشه یا حالا نشد بگی یا حالا هر چیزی میتونی بگی. میتونی هر سوالی هر چیزی لایو تو بکشیم به مثبت فعل راحت. نه حرفای فقط رکیک نزنیم ولی هر چیزی دوست داری بگو. آره مشکل نداره. اوکی خوب شد گفتی، میخواستم کامل رکیکش کنم بعد. اوکی آریان عزیز، آخه من 3 سال تو لایوشو میرم و لایو هم دیگه همه چیزشو پرسیدم، حتی از لباس زیر شورتش از کجا نپرسیدم. آریان جون آره خانم هم سایزم همش همه رو میدونم که دروازه قاری، بعد سایزهای آفریقایی و عربی و همه رو با هم قورت دادی، اینا رو هم میدونم. آره من قیبم خوبه، قیب کنم. بعد همین سوالی که پیش اومد یکم بیشتر در موردش صحبت کنم. به نظر خودت آریان جون، این حالا یه سری صحبت شد، افکار حالا جهان سومی و افکار اروپایی یا جهان اول به نوعی، خب خودت کدومو میپسندی از نظر آزاد بودن و راحت بودن؟ ببین من جهان سومی رو میپذیرم. در جهان اول چون آزادی زیاده همه مردا کونی شد. واقعا اگر الان تو اینقدر دوست به سر داری و اینقدر خیالت راحته، تو باید خدا رو شکر کنی که در جهان سوم زندگی میکنی. تو اگه در جهان اول بودی هیچ وقت از زن جدا نمیشدی. شاید هیچ وقت در جهان اول به خاطر آزادی بیش از حد، به خاطر که هر چیزی رو قبول کردن. ببین اول چی بود؟ اول بود یه گی بود، فقط میگفتن یه گی، بعد شد ترنس، شیمل، پنسکشوال، نمیدونم گهشوال، اورشوال، جیمیل، میمیل، همه چی اضافه شد. چرا؟ هی برای خودشون ناین بری، نمیدونم اکس پنسکشوال، هر گهی رو آوردن، هر کی اومد خودش رو گول زد. من بایسکشوالم، هم کون میدم هم میکنم. من بایسکشوالم، هم با دخترم هم با پسر. اینا فقط بهونه بود که آدما خودشون رو گول بزنن. ولی در کل یک زن یک مرد در دون در طبیعت یک زن وجود داره، یک مرد و جنسیت جهان... خب حالا اون جنسیت سوم که من خودم رو جزو اونا نمیدونم، تو ترنسی، قابل احترامی، ولی در کل میخوام بگم امروز آریانی که اینجا نشسته داره کون میده چون کونش گذاشتن اینجوری شد. به نوع تقا آریان ترنس به دنیا نیومد،
آریان وقتی که تو کودکی کونش گذاشتن ابنه ای شد. آره دیگه اینم یه مدلشه. بله آدم اینجوری رک باشه حرفشو بزنه خیلی قشنگ‌تره. من نه ترنسم، نه من یه استریت به دنیا اومدم، مثل ابی به دنیا اومدم، مرد به دنیا اومدم، الانم بعد زن و بچه داشتم، زندگی داشتم، ولی تو کودکی ننه بابام بلم کردن، نتونستن از بچه‌شون مراقبت کنن، کونش گذاشتن، الانم شده یه ابنه. بله ولی از این اتفاقات ما زیاد داریم، ما از این اتفاقات زیاده. خیلی سرشون رو زیر برف کردن، میگن ولش کن حالا که این اتفاق افتاد، اصلا مراقب بچه‌هاشون نیستن. از این اتفاقات خیلی زیاد میفته، خیلی من میشنوم تو جوانا که دور هم جمع شدن، مثلا میگه تو فلان کوچه پلاک فلان در زرده است، خب اون پسره رو یه جا خفه کردن، بعد الانم که برای اینکه تهدیدش میکنن اگه با ما نیای میریم به بابات میگیم، بعد میگه نه تو رو خدا با شما میام، بعد به همدیگه یاد میدن که به این کلک اینو ببرین و بهش تجاوز کنه. خیلی تجاوز به بچه ها میشه، به نوجوان. بله داره تجاوز میشه و من همینم، من هیچ وقت مثلا قبلا هم که میگفتن آره لیدا تو که یک ترنسی چرا تو لایو آریان میری، آریان آزاد صحبت میکنه، گفتم دوستان عزیز من نه ترنسم، نه میخوام ترنس باشم و نه دوست دارم که برچسبی رو خودم بزنم، همه‌رم دوست دارم، من یه ابنه‌ام، من تو کودکی کونم گذاشتن، الانم عادت کردم دارم کون میدم، تموم شد، یه پسر به دنیا اومدم، اگه کونم نمیذاشتن به قول شما نمیگفتن این باقر کونیه برید بکنینش، منم الان مثل ای بی بودم. بله کسی نمیتونه از واقعیت زندگی خودش فرار کنه. خیلی از اینام که میگن ما ترنسیم، اینا ببخشید ابنه این، اینا ببخشید کونش گذاشته ولی دیگه روش نمیشه بگه آقا من ابنه ایم، میگه من ترنسم، من اینجوری به دنیا اومدم، ولی بازم هر کی مال خودش داره. من در مورد خودم صحبت میکنم، من مال خودم رو میگم، من اگه الان کونم نمیذاشتم، منم مثل همه زندگی داشتم، هم خانوادم رو داشتم، هم مادرم رو داشتم، هم پدرم رو، نه اینکه خواهرام منو بلاک کنن، نه اینکه بابام بلاک کنه، نه اینکه داداشم بلاکم کنه، منم کنار خانوادم زندگیمو داشتم. ببین چه قیمتی آدم بیاد جان. آره ببینید ما نمیتونیم از واقعیت فرار کنیم. یه سری کشورایی که حالا یک کوچولو حالا عقب موندن هرچی هستن کاری نداریم، اینجور چیزا تو ما جامعه هست. همینجور که گفتم تجاوز به نوجوانا خیلی خیلی زیاده. توی لایو مخصوص صحبت کردم به پدر و مادر گفتم مراقب باشید و از این اتفاقات خیلی زیاد میفته. و آره دیگه اتفاقات هست و یه واقعیت و نباید ازش فرار کنن. بله از یک طرف، از یک طرف هم آقا ابی لیدا خانم ببخشید آرمین جون اگه میتونی بیای بالا که ابی بیارد دست. آرمین جون هم ترنس هم دوست قدیمی منه. آرمین جون اگه میتونی که کامنت بذار. آقا ابی خانم لیدا از یک طرف هم خیلی خوشحالم که کونیم، میدونی چرا؟ چون تو خاورمیانه جهان سوم بدیش اینه، مردم فقط گاییدن و زاییدن و بلدن، به هر قیمتی شده فقط میخوام بگان بزان، ولی نمیگن آقا این گاییدن و زاییدن که یک دقیقه است، یه اون بچه رو داری بدبخت میکنی. نمیگه که بابا مسئولیت بچه خیلی سخته، تو وقتی که یکی رو به دنیا میاری تا آخر اون باید نگرانش باشی، تو نمیتونی بچه رو به دنیا بیاری فقط بگی اوکی من وظیفه‌م انجام دادم، گاییدم زنم و بچه‌م زایید، اون بگه من مادر شدم، این میگه پدر شدم، من میرینم دهن کسایی که بی مسئولیت ما رو به دنیا میارن. الان مادر من 8 بچه داره، میخواست چیکار کنه 8 رو؟ چرا 8 بچه آورد؟ کجای دنیا 8 بچه داره؟ فقط خاورمیانه مثل گربه میزان. مگه یک زن ببخشید من خودم یه پسر تنها یه سرما میخورم خدا میخواد بمیرم، ننه من چجوری 8 رو زاییده؟ چون بابای 8 بار نه جدی چرا فکر میکنید گاییدن و زاییدن هنره؟ شما نمیتونید، شما نمیتونید بچه رو به دنیا بیارید و اون بچه واقعا خاورمیانه یک جای بدیه برای زندگی. خاورمیانه چی بهتون میگم، فقط مرد حشری داره، فقط کیر خوب داره، دیگه هیچی نداره. خب ما به همون نیاز داریم. خاورمیانه جز مرد حشری و کیر راست دیگه هیچی نداره. چه الان
بابا نمیگه بابا الان مردم خاورمیانه میگن ما بچه بیاریم اینو به این بزرگ میکنن عروس کنن داماد کنن نوه‌شون رو ببینن بعدش هم اینا رو جمعشون کنن. چه کاریه؟ کی گفته تو بعد حتما بچه بیاری؟ خودت رو جمع کن. بعد اینا رو فکر میکنن بچه بیارم فکر کنن که تو باید اون متد ببخشید بابای من متد سال 40-50 است من که دهه 70 ام بعد مثل اون رفتار کنم هر چی که اون میگه اون درسته. نه بعد انتظار داره که تو وقتی بزرگ شدی پول باباتو بدی باباتو جمع کنی همون ببری کونشو بشوری ننت هم این کارشو باش بکنی پس آینده ما چی میشه؟ تو غلط کردی اصلا بچه آوردی که بچه بیاری پیرشی ما جمعت کنیم. چرا؟ نه همه پدر مادر خاورمیانه اینجوری فکر میکنن ما بچه اونو بزرگ کنیم عروس کنیم داماد کنیم اینا ما رو جمع کنن خونه سالمندان نبرن. اصلا اشتباه است. مگه ما آینده نداریم؟ مگه ما به دنیا آوردین که ما شما رو جمع کنیم؟ خب نیارید. مگه ما خرج نداریم؟ مگه ما زندگی نداریم؟ مگه ما آینده نداریم؟ من خودم 8 ساله که درگیر خانوادم. نمیدونم برو کوف تبلیغات بگیر از این پول گدایی کن عید مردم پول بده بده دهن خانواده بده دهن خانواده. منی که بعد پدرم به من پول بده که پسرم مهاجره توی کشور غریبه که چی میخوره چی نمیخوره من باید از مردم عید گدایی کنم تبلیغ آفر گذاشتم. نمیدونم برو تو این لایه برو تو این کارو بکن این کارو بکن پول بگی بده به دهن اینا. این چه زندگی شد؟ من چی پس؟ میگم خدا رو شکر که کونی شدم که دیگه از بعد من هیچ گوهی نیست. نه به من لعنت کنه گیرم کونه آریان بابام که کونی منم زایید. اینا درده جامعه است. البته آریان جون اینقدر که فشار و گرونی زیاد شده به خاطر همین قضیه هم شده الان دیگه 7-8 نمیارن زیر 1-2 هم موندن و دیگه همون 1-2 هم اشتباه تو جامعه که الان زندگی میکنن دست بچه به 5 ساله گوشی رفته فیلم سوپر نگاه میکنه وقتی که الان یه جوری شده که نه خواهره به برادر احترام میذاره نه برادره نه پدره مردم چششون باز شده حرمت وجود نداره. ببخشید ما که تو خونه پدر این بودیم نمیتونستیم جلو بابامون پامونه دراز کنیم الان جلو بچه رد میشه قرق 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 گوز میزنیم جلو باباش. خب من نمیتونم اینا رو قبول کنم. طرف ما قدیم که بود میگفتیم خواهرمون یک ماه از ما بزرگتر بود میگفتیم خدای ماست خواهر بیبی باورت میشه خواهر من یک ماه از من دوتر از من به دنیا اومده بود خدای ما بود. ما نمیتونستیم بگیم بالا چشات ابروه میگفتیم بزرگتر احترام داره. الان طرف جلو باباش بلند میشه خافوش خواهر مادر بده و چی گوها بخور. من نمیتونم بپذیرم اینا رو. یعنی چی پیشرفت کرده؟ علم پیشرفت علم پیشرفت کرده که تو بابا تو بزنی علم پیشرفت کرده که تو ننه تو بزنی به خواهرت حرف زش بزنی جلو بابات. نمیدونم یعنی چی اوپن مایند شده طرف جلو مادرش دوست دخترش میاره کسش میذاره. این چه فرهنگیه؟ این بعد این چه فرهنگی که خاورمیانه داره میگه که پسر بکنه مشکل نیست دختر رو دختر نده. چجوری پسراشون رو حمایت میکنن؟ برو تو بیا برو ازدواج کن جلو وقتی که زنه رو فقط بگیر بیار کنارش هم برو کس بکن. یا نه خونه رو خالی میکنن برای پسره بیا تو هر کی میاری بیار تو خونه بکنش چون فقط تو مردی تو بکنش. بعد که دختراشون رو عروس میکنن نمیذارن. نه ما محرم نمیکنیم تا چیز نشه تا اینکه عروسی نگیره. سر تا پا فرهنگ اشتباس بابا. من میگم خدا رو شکر که من کونیم روزی 100 بار کون میدم تا بمیرم که دیگه بعد من بچه‌ای نیست. دیگه بعد من دیگه نیست که با بچه من توف و لعنت برای من بفرسته بگه اینو نگاه کن ما رو زایده خودش چه گاهیه این چه زمینه. میدونی چی میگم؟ تا زمانی که تو ماتریکس گیر کردیم پیشرفت نمیکنیم چه از نظر کشوری چه مردم. تا زمانی که زندگی ما تا چندین قرن بعد هم دیکته شده که بچه باید به دنیا بیاد بره مدرسه بعد بره دبیرستان بعد بره نمیدونم دانشگاه بعد از دانشگاه فوراً بره خدمت که اومد یه کاری پیدا کنه 2 سال بعدش هم دقیقاً دختر عمه یا دختر خالش رو نشون کنه بعد عقد کنه بعد بدیده بعد بزایه بعد بگو کار نداریم.
اینا دیکته شده تا زمانی که میمیری اینا داره دایره وار انجام میشه و این اشتباهه به نظر من. هیچ هیجانی هم تو زندگی ها نیست و اینه که میگم چقدر خوبه که کسی اونجوری که دوست داره زندگی کنه، نه اونجوری که از نیاکانش بهش رسیده. نمیدونم بعد الان آقا مثلا آقا ایبی میگه مثلا تو به تو میگه کار آریان درسته، خدا شاهده همین آریانی که کون میده شرف داره به همه آدما. چرا همین آریان خیلی تو زندگیش خط قرمز داره؟ من نه با زن میپرم نه با مرد متعهل، هر کی منو کرده مجرد بوده. من خدا شاهده بفهمم طرف متعهله اصلا اجازه نمیدم سمت من بیاد. شاید از نظر خیلی بگن این کون میده کارش اشتباهه، ولی من خط قرمزای من خیلی بالاتر از مردای دیگه است. مرده تاره تو لایو قبلی من اومده میگفت که من رفتم زنا رو کردم یه بچه کوچیک داشته. من ریدم بهش گفتم یعنی چی؟ تو چجوری جرأت میکنی به خودت که یک زنی که بچه داره بری بکنیش؟ اصلا گناه این. من اگه کونم میدم به خدا، خدا و خدا پیغمبر من میشناسم. هیچ وقت نمیام با یه مردی که متأهل زن داره. خدا شاید مرده پسر بود 29 سالش بود. گفت من یک سال ازدواج کردم. آریم میشه من بیام ساک بزنم برات خایاتو بخورم؟ گفت من یه بار فیلم ترنس دیدم این خایاش آبزون بوده، من الان خوشم میاد. گفتم نه، تو زن داری، تو اگه یک بار بیای خایای منو بخوری دفعه بعد میگی کیرتو بخورم، بعد عادت میکنی دیگه نمیتونی زنتو بکنی، بعد این باعث میشه تو طلاق بگیری، بعد اون آه دختر منو بگیره. نه اصلا من خدا شاید این کاش فقط یه زن و مرد بود لیدا. بعد اینم مال خاورمیانه نیست بابا، جان اول بیشتره. جان اول هیچ کس اصلا کونشون نذاشته، همشون دارن میدن. به این قضیه فکر کن همش مرد و زن خیلی تکراری میشه، خیلی خسته کننده میشه. مثل اینی که شما فقط ماکارونی و آبگوشت بخوری تا آخر عمرت. من که نظرم اینه چی به چه قیمتی تو میخوای اینجا لازانیا بخوری که یک زندگی رو خراب کنی؟ نه ببین خراب شدن نیست، من حرفاتون رو شنیدم خب، تای حرفاتون فقط من میشنوم و نظر میگم. زندگی خیلی سختی دارین شما به خدا. بله. خیلی اذیت کننده است. خیلی. اگر یک لحظه یک نفر جای خودشو بذاره جای شما ها، یعنی همش در رنج عذابه. الان من آقای بی من دیروز عمل باسن داشتم که گفتم کونمو الان کی بود کجا بود؟ پدرم کو؟ مادرم کو؟ خواهرم کو؟ تو که میگی با مردا بدی، کدوم از اون بکنای من اومدن دستمو گرفتن؟ خودم تنها رفتم بیمارستان، خودم برگشتم، خودم همه خریدامو قبلش کردم، همه کارم خودم کردم. کی گفت زنده یا مرده؟ اصلا بابای من الان نمیدونه من عمل کردم، خواهر من نمیدونه، اصلا خواهر من بابای من نگفته عید فطره، عیدت مبارک پسرم، ولی هر ماه که ماهیانش میشه دو روز قبل داداش هم پیام میده پول بابا رو زدی؟ چی داری میگی؟ تو کجا داری زندگی میکنی؟ واقعا خیلی ناراحتم. دیروز تو بیمارستان خیلی تو بیمارستان گریه کردم، گفتم ببین منو، من هم سینما عمل کردم تنها، هیچکی نبود بالا سرم، به خدا دیروز عمل کردم هیچکی نبود، تنها برو بیا تو مملکت غریب زندگی کن، بمیری نمیری کی در کی جمعت میکنه؟ کی جمعت میکنه؟ با ما اینجا بمیریم، زلزله بیاد، سیل بیاد، بمیره، یک قاره فاصله داریم، نمیگه زنده یا نامو. با ما بمیریم حتی خانوادهمون هم خوشحالتر میشه، میگن اوکی این که مایه آبرریزی بود، کون بود، خدا رو شکر مرد. زندگی همینه دیگه آری انجوز، یا سخت نگیر. آره جاش نیست این حرفا رو طولای بزنیم، ولی خب واقعیت اینه. میگه آره این نمیدونم دستمال شدی مسمال شدی چی بابا، ما مگه کون ندیم آقای بی از کجا بخوریم؟ الان من بیچاره ابی میگه که حالا تو کون میدی، کاش من کون میدادم، خدا شاید هر کی میاد جو هر مردی به من میرسه میشه کونم بذاری؟ ای ابی چه ساده است، کاش من کون بدم، کون دادن من شرف داره، من هر کی میاد منو میکنه اون کورشو برام باز میکنه. هر کسی که هر کاری میکنه دلایل منطقی خودشو داره. میشه میگم تو اگر داری این کارو میکنی دلایل منطقی خودتو داری. میشه میگم
و هر کسی به هر طریق دیگه بالاخره یه سری کارا رو انجام میده، حالا بر اثر نیاز یا حالا به خاطر اینکه حالا بخواد یه پولی چیزی بیاد تو دستش این داستانو، حالا هر چیزی، یا از گشنگی به قول خودت نمیره. به نظر من بهترین راش اینه، ببخشید، بهترین راش اینه. الان من دارم مثلا نگاه کنید تو همین امسال، خب تو همین سال جاری، قبلا چیز بود، محدودیت بود، مثلا اگه یک تعداد مثلا حالا جزء اقلیت‌های جنسی بودن، اگه توی پارکی می‌خواستن جمع بشن، مأمور پارک میومد گفت پراکنده شید یا دوربین می‌ذاشتن یا اذیت می‌کنه. ولی الان بعضی جا می‌بینم مثلا یک مکانای خود بچه‌ها اوکی کردن، مثلا گروه عضو می‌خوام جی یه جا میرن همدیگه رو پیدا میکنن، مثلا دلشون میگیره چون تو خیابون راحت نیستن با مردم دیگه، یه جا ترنسا یه کافه ای رو اوکی کردن، میشینن قلیون میکشن، میگن، میخندن، ایوا خواهر هر چی اشوه و ناز و اینا دارن همونجا خالی میکنن، خیلی راحت میان میرن خونهشون. میدونی اگر کشور ما هم یه روزی مثل جهان اول به این نتیجه برسه که اینجور چیزا جز واقعیتایی که هست و اقلیت جنسی هست، ترنس هست، جی هست، حالا چیزای بتونن این تعداد یک مکانای خاصی باشه همدیگر رو ببینن و خودشون اونجا تخلیه کنن، خیلی بهتر از اینه که پراکنده بشن تو شهر، بزن مردم نگاه کنن یا به یه بچه که خیلی خوشگله خیره بشن. میدونی هرچه محدودیت بیشتر باشه کسافتکاری هم صد برابرتره تو اون کشور. نه من اعتقاد به نظر من باید ندارم. اعتقاد ندارم. الان در تنها چیزی که کشورهای اسلامی رو، خاورمیانه رو، واقعا اگه این محدودیتایی که الان هست نباشه، همه مردا کون میشن لیدا، دیگه کسی نیست تو رو بکنه. اوکی، مردی که به قول شما اون شد میره اونجایی که مرد اونی میخوان، میره اونجا. خب ما نمیخوان مردا کونی بشن، یه تعدادشون هستن، شما چه بخوای چه نخواید. نه ما نمیخوان مردا کونی بشن، ما اعتقاد داریم مرد فقط باید بکنه. چرا یک مرد باید کون بده؟ چرا؟ به همین دلیلی که شما داریم، به همین دلیلی که شما داریم میدی، یه تعداد اینجوری هن، خب دوست دارم بدم. عشقم من اگه، ببخشید، من اگه دارم میدم کسی به من نمیگه تو بدی، مثلا من ببخشید سینه دارم، من زنونم، دخترونم، از یک دخترم خوشگلترم برای دادن، آماده ترم. ولی یک مردی که ریش داره، سیبیل داره، هیکلش اندازه رستمه، که بعد 10 تا زن حامله کنه، کولش اینقدر باز میکنه، قار میشه، اون چرا باید بده؟ اونم دل داره، دل شما، دل اون قلبه است، اونم دوست داره. بله، نه من اجازه نمیدم، باید هر کسی هر کاری میکنه بهش بیاد. من اگه کول میدم به هم میاد، کسی به الان منو میبینه میگه این کونه، نمیگه چندش، یک مرد هیکلی که اندازه شطوره کونشو باز کرده، چرا باید این کون بده؟ آره انجو، سلیقا متفاوته. من خیلی مردا دیدم اتفاقا پشمالو و پرپشم دوست دارم، یک تعداد من خودم میشناسم به مردای فوق العاده چاق، خرسی حس دارم، یه تعداد به سیبیلو یه تعداد سیبیلو میخوان، چه میدونم سلیقا فرق میکنه. اگه تو حساب کرده باشی، من و تو هم که سینه داریم، حالا ما من و تو در نقش یک زنیم، ما و تو خودمون رو پسر نمیدونیم، پس اگه اونجوری بود تو هیچ وقت سینه نمیذاشی، چون میدونی که خودت هم قبول نداری که مرد کون بده. تو اگه قبول داشتی مرد، ببین، تو اگه قبول داشتی مرد کون بده، هیچ وقت سینه نمیذاشتی، تو خودت از طبقات مردها جدا کردی، سینه گذاشتی، موهات بلند کردی که تو رو یک زن ببینن، خودت رو گول ندادن. آریان یه واقعیت رو مثال بزن. خب توی مهمونی رفتم و خیلی از خود راضی که حالا ترنس‌های دیگه سینه ندارم، لباس من که همین بچه‌ها به کرسی میگن لخترین و شیکترین لباس ها و شیکترین آرش ها رو من داشتم تو مهمونی ها. خب تو کلامت بس. تو کلامت لیدا جان، تو کلامت. بچه ها 5 دقیقه دیگه الله بیشتر نمونده، بزنید اون بالا فالو بکنید، هر پیجی که آبیه براتون بزنید روی سفید کنید فالو کنید که لایو بعدی رو هم بتونید ببینید. دوباره لایو میذارم ها، و پیج من نداری فالو بکن. بفرمایید. 5 دقیقه وقت داری میذاشی، همون 2 ثانیه دیگه هم حرفم رو بزنم. بعد چی داشتم میگفتم یادم رفت. آره مهمونی رفتم. بعد اینه پسرای خوشگل زیادن، خب یکی دیگه فول کیس بود، اینقدر ازش خوش آمد، ریشه خوشگل، خط گرفته، اینا رفتم باش رقصیدم و مهربون بود با منم رقصید اینا، بعد کشیدمش که نا که مخشو کار بگیرم که باش اوکی بشم،
بعد گفت اگر تو این سینه هاتو نمیذاشتی نوکرت هم بودم، زندگی من به پات میریختم. من به کسی که حالت دخترانه باشه به هیچ عنوان حس ندارم. بعد چقدر آتیش گرفتم اونجا. آخ کاش اینا نمیذاشتم. چه پسری، چقدر خوشگل زیبا. میگه من همین سینه تو توی ذوق من میزنه. الان من میگه اگه باید دارم میرخصم تحریک میشم، سینه تو یه لحظه ببینم نمیتونم، هیچ حسی دیگه بهت ندارم. سلیقه ها متفاوته. ولی من نمیتونم به سلیقه ها احترام بذارم، چون من نمیتونم هر چیزی رو قبول کنم. شما چرا میخواین هر چیزی رو تو جامعه بگید سلیقه است؟ نه، این یه نوع گول زدن. یک مردی که به خدا هیکلش رو ببین، ریش و سبیل رو ببین، چه صورت مردونه ای، چقدر در نقش یک مرد زیباست. جلوش میری اوی 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 چته؟ اگه بخواب کس کش، اگه بخوای کونم بدی مردونه کون بده. ظاهرت ببین، خدا پسند اینجا رو نگاه کن، ظاهرش هم مردونه است. آقا ایبی مرده بود، اینو میدیدی میگفتی اینو خدا نقاشی کرده از مردونگیش، ریش، سیبیل، هیکل، پشمالو. جلوش که میرفتی میگفت آه اوه اوه. من گفتم گفتم خدایا منو گاوم کن، من گو خوردم کونم، من حاضرم توبه کنم دیگه کون ندم. خدا شد گفتم خدای من توبه میکنم، من دیگه کون نمیدم. اینو ببین. بعد اینجا خب یک جایی هستش که مال همین آقایونه. مثلا من قبلنا که سینه نداشتم میرفتم اونجا، همین اتاقای تاریک ایناست، میدیدی یک صداهایی در می آوردن که انگار داره زنه بچه به دنیا میاره. زنی که بچه به دنیا میاره جیغ میکشه، شرف داشت به این مرده. مرده رو میدیدی هیکلی کونش باز کرده آه او، که من یعنی میخواستم اومد من کشیدم بیرون، گفتم خدای توبه. من میگم، من تو لایف میگم من کونیم، من پاکم، من پاکم بچه. خدا شاهده من تا حالا تو زندگی شاید روزی 10 بار کون دادم، اینجوری جیغ نکشیدم مثل اینا. مثل اینا یه حالت نداره نزدیکشو میری اینجوری خودشو کج و راست میکنن، هیکلای مردونه. میگم خدای آریان درود به شرفت، خدا پدر مادرتو بیامرزه، تو چقدر پاکی، تو چقدر پاکی. من اگه به خدا کونم میدم رو اصول میدم، رو با یه کون با اصالتم. طرف میاد قشنگ مثل یک زنم، یک رفتار یک زنونه رو دارم، نه جیغ بکش نه این کارو کن.